دومین تورنمنت والیبال زنان با حضور 6 تیم برتر کابل آغاز شده است. تیم هایی که هر یک چندین بازیکن در تیم ملی والیبال زنان نیز دارند. فروزان هادی که در تیم سرمیاشت بازی میکند، 7 سال است که عضویت تیم ملی والیبال زنان را نیز دارد. او که والیبال را 12 سال پیش در بغلان آغاز کرده است، از پیشرفت های زنان در این ورزش میگوید. بسیار تغییرات آمده، یعنی در او سالایی که تورنمنت میشد ما چهره های نو نمیدیدم. در بین 3 سال 4 سال اونمو چهره ها بود که در تیم ملی بودن، در اونمو کلپ ها بودن. حال تشویق زیاد شده، تماشاچی زیاد شده و تشویق فامیلا زیادتر شده و تیم هم زیادتر شده نسبت به سالهای پیش و علاقمندی شاگردای مکاتب از خود پنتونا به نظر ما زیادتر از سالهای قبل است. اما با وجود این پیشرفت ها فروزان هادی میگوید که هنوز هم هستند خشونت هایی که بر زنان ورزشکار تحمیل می شوند. زیادتر کسی خانواده اجازه نمیده، اگر خانواده اجازه بده حتی در رایی که یا میاین از خود خانهشان به فدراسیون به می المپیک یا به جایی که جیم است به تمرین، از آنان گپ سخنه که شما خودتان میفهمید زیادتر کلمه های حق ناخ میشنوند، با وجود مشکلات بازم تمرین میکنم. با خود داخل تربیت بدنی که میایم بعضی چهره ها رو ما میبینیم، قسمی که سور ما میبینن اگر مستقیم نمیگن غیر مستقیم به دیده بسیار تحقیرآمیز که چطور خانم ها ورزش میکنن، حتی در خود فدراسیون است. برخی ها هم خواهان آزادی بیشتر در ورزش هستند. همین مشکلات هایی که در بیرون و همچنان همین کسایی که در تلویزیون دختر میبینم مثلا ورزشکار باشه میگه که بد است، نباید ورزش کنن. مقر که به طبقه ذکور یعنی وقت میتن اجازه میتن، باید به طبقه اوناس هم اجازه بتن و دیگه نباید از ورزش جلوگیری کنن. این تورنمنت با هدف مبارزه با قاچاق انسان و شناسایی چهره های برتر برای تیم ملی والیبال زنان برگزار شده است. همه مسابقات ما به نرمای بین المللی دایر میشه و بسیار فوکس خود فدراسیون هم همی است. ما بتانیم که تیم خود به استراتژی در طویل مدتی که داریم که اینا بتانند در رقابت های بیرون مرزی هم شرکت بکنن و توجه جدی فدراسیونی است که بتانیم یک تیم ملی که واقعا ملی باشه داشته باشیم و از سنای خود و قدای بلند استفاده بکنیم که تا در آینده ما بتانیم یک تیم ملی خوب داشته باشیم. قرار است که تورنمنت های مشابه در برخی از ولایت ها نیز با هدف رشد والیبال زنان و اینکه چگونه به خشونت علیه زنان پایان داد برگزار شوند. سید حسین مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.